سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. FBI یکی از مهمترین و اصلی ترین ارگانهای برقراری امنیت در آمریکاست که از همون سالهای اولیه تشکیل در سالهای 1907 و 1908 تبدیل به مهمترین نیروی کنترل جرم و جنایت در آمریکا شد. اما این موضوع پس از مدتی دچار یک مشکل اساسی شد. قدرت و وسعت این سازمان به حدی افزایش یافت که به نظر می رسید یک نیروی نظامی پنهان در خاک آمریکا در حال فعالیت بر ضد مردم بود. آمارها نشان می دهد که بین سالهای 1950 تا 1990 حداقل 683 نفر بدون مشخص شدن دلیل اصلی و علل کار به وسیله نیروهای این سازمان کشته شده بودند و مسئله ترسناکتر جایی بود که اصولاً مجازات و دادگاهی برای این موارد وجود نداشت. در این برنامه با ما همراه باشید تا فجایع تاریخی که FBI در آمریکا رقم زد رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. به طور کلی مانند اکثر ساختارهای امنیتی دنیا، FBI نیز به هر درگیری و مشکلی با حداکثر توان و خشونت پاسخ می‌داد و اصولاً قانون خاصی برای نحوه برخورد این سازمان با مجرمین و حتی مردم عادی تعریف نشده بود. اما در فاصله سال‌های 1992 تا 1995 اتفاقاتی افتاد که برای همیشه جریان این سازمان را تغییر داد. اندرو فوت، یکی از اعضای بازنشسته FBI، در سال 2005 در یک مجله عنوان کرد که اگر FBI رویه خود را تغییر نمی‌داد، اکنون آمریکا درگیر یک جنگ داخلی بسیار شدید ما بین مردم و دولت بود. درگیری روبی ریج. داستان آغاز انتقادات شدید و فیزیکی بر ضد FBI و پلیس آمریکا از سال 1992 آغاز شد. در دهه 80 برای اولین بار در تاریخ آمریکا، رنگین پوستان علاوه بر جمعیت، از نظر غلبه بر ساختار اجتماعی نیز از سفید پوستان سبقت گرفتند. این مسئله برای بسیاری از سفید پوستان غیر قابل پذیرش بود و به طور کلی جامعه خون قرمز آمریکا ملقب به وطن پرستان هرگز چنین چیزی را قبول نمی کردند. در این سالها همچنین دولت آمریکا جریان نامنظمی را برای تغییر قانون کاربری و حمل آزاد اسلحه آغاز کرده بود. در این میان بسیاری از سفید پوستان شروع به تأسیس انجمنهای عموماً نجات پرستانه خاصی کردند. رندی ویور به عنوان یک سفید پوست مسیحی یکی از همین افراد بود. او در ابتدا و برای دور ماندن از چیزی که خودش آمده شد با رنگین پوستان و غیر مسیحیان می دانست، اقدام به ترک کامل شهر کرد. رندی ویور در ایالت آیداهو و در نقطه‌ای بسیار خلوت و جنگلی کابین کوچکی خریداری کرده و به همراه خانواده خود که شامل همسر و سه فرزندش می شد زندگی می کردند. در این دوران FBI با توجه به قدرت بسیار زیاد خود تقریبا در هر مسئله‌ای که مربوط به اسلحه می شد دخالت می کرد و این در حالی بود که حمل اسلحه های خاصی در آیداهو کاملا آزاد بود. به هر حال در 21 آگوست سال 1992 و پس از یک عملیات بررسی و نظارت چندین هفته‌ای، FBI به قصد دستگیر کردن رندی ویور به دلیل داشتن اسلحه غیر مجاز عازم خانه او شد. در زمان آغاز این عملیات، سگ نگهبان خانواده ویور پیش از رسیدن نیروهای پلیس متوجه حضور آنان شد و به دلیل شلیک نیروهای پلیس به این سگ، درگیری شدیدی ما بین طرفین آغاز شد. مسئول عملیات FBI در این مورد گفت: ما به هیچ وجه انتظار نداشتیم این مسئله به این شکل پیش بره. قصد ما فقط دستگیر کردن آقای ویور بود. در نهایت به شکلی که تا به امروز مشخص نیست، در این تیراندازی ها رندی ویور زخمی شد، اما پسر 14 سالش سم و همسرش ویکی در حالی که فرزند شیرخوارش رو در دست داشت کشته شدند. سمی ویور در حالی که بیرون از خانه بود هدف گلوله قرار گرفت و همسرش به وسیله گلوله‌ای که از دیوار خانه عبور کرد کشته شد.
در چشم بسیاری از مردم این موضوع قتل و FBI مرتکب این قتل شده بود. رندی ویور و بقیه خانوادش بیش از 10 روز در خانه موندن و حاضر به خارج شدن از خانه نبودن، چرا که معتقد بودن نیروهای پلیس اونها را نیز خواهند کشت. در حالی که نیروهای FBI و پلیس عنوان می کردن چنین اتفاقی نخواهد افتاد، حتی امروزه نیز این سوال مطرحه که سمی ویور فرزند کوچک خانواده چگونه کشته شده؟ به هر حال پس از اتمام این ماجرا، برای اولین بار در تاریخ آمریکا، سفید پوستان در آیداهو و در حوالی خانه رندی ویور جمع شده و به پلیس و FBI اعتراض کردند. چیزی بیش از 60,000 نفر در این اعتراضات حاضر بودند و به دلایل بسیاری تمام نیروهای پلیس و FBI سفید پوست بودند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری بشه. رندی ویور پس از دستگیر شدن به 18 ماه زندان محکوم شد، اما در دادگاه حاضر نشد. این مسئله موجب شد بسیاری از این موضوع مطمئن باشند که FBI در این مورد دچار اشتباه شده بود و کشته شدن همسر و پسر ویور یک اشتباه مهلک از جانب اونها بوده. در نهایت نیز به خانواده ویور 3.1 میلیون دلار غرامت تعلق گرفت. فاجعه وکوی تگزاس. در حالی که مدت زیادی از حادثه روبی ریج نگذشته بود، حادثه دیگه‌ای در حال رقم خوردن بود. مسئله حل اسلحه در آمریکا یک موضوع بسیار تاریخی و مهمه. بر اساس فرهنگ و ساختار فکری آمریکا، خصوصاً در میان سفیدپوستان، حمل اسلحه مهمترین رکن از آزادی در آمریکاست و هیچ قدرت و حکومتی نمیتونه این قانون رو لغو کنه. بزرگترین و به طور قطع جنایتکارانه ترین عمل FBI در فاجعه وکوی تگزاس رقم خورد. گروه مسیحی خاصی به نام شاخه داوودیان به رهبری دیوید کورش مدت‌ها بود که در جایی که خود آن را کوه کارمل نامیده بودند، مشغول جمع‌آوری اسلحه و مهمات بودند. FBI مدتی بیش از 3 ماه مشغول بررسی دقیق و مو به موی حرکات این گروه بود، اما مشکل بزرگ FBI در این مسئله این بود که اونها دقیقاً نمی‌دونستن علت جمع‌آوری این تسلیحات چیه. در تاریخ 28 فوریه سال 1993 FBI قصد اجرای یک حکم بازرسی در ساختمان بزرگ کوه کارمل رو داشت. پیش از رسیدن نیروهای پلیس به محل، به فرمانده عملیات هشدار داده شد که دیوید کورش از آمدن اونها خبرداره. پس از ورود نیروهای ویژه FBI به محل و به دلیل همکاری نکردن گروه با اونها، به دلایلی که تا به امروز نیز مشخص نیست، FBI وارد عمل شد و قصد ورود به کوه کارمل رو کرد. درگیری ها به شدیدترین شکل ممکن آغاز شد و 4 نیروی پلیس کشته شد و 10 نفر زخمی شدند. فاجعه بزرگ جایی آغاز شد که مشخص شد بیش از 50 کودک و 100 بزرگسال در ساختمان بودند. این آغاز یکی از طولانی ترین و عجیب ترین بسنشینی های تاریخ آمریکا شد، جایی که برای اولین بار آمریکا بر ضد مردم خودش از نفربر و تانک استفاده کرد. اتفاقاتی که در ساختمان کوه کارمل پیش آمد، به گفته خود FBI بزرگترین لکه ننگ در تاریخ این سازمانه که به دلایل مختلفی مانند آگاه نبودن به بسیاری از مسائل و همینطور کمک گرفتن از نیروی نظامی دیگری که به شکل دیگری دوره دیده بود، تبدیل به یک فاجعه شد. 24 ساعت پس از آغاز درگیری ها مذاکرات آغاز شد و تعداد زیادی از کودکان و بزرگسالان از ساختمان خارج شدند، اما حداقل 76 نفر دیگر که شامل 25 کودک نیز می شد از کوه کارمل خارج نشدند. پس از این بسنشینی بیش از 51 روز ادامه یافت و تبدیل به موضوعی فرسایشی و جهانی شد. FBI تقریباً هر راهی رو برای تسلیم کردن افراد داخل مجموعه انجام داد. از قطع برق تا پخش موسیقی ها و اصوات عجیب و غریب مانند صدای خورخورهای نامشخص برای مدتهایی طولانی به منظور تسلیم کردن افراد حاضر در مجموعه کوه کارمل. در این زمان مذاکرات همچنان ادامه داشت، اما پس از آغاز ماه دوم مشخص شد که آب و غذا در داخل مجموعه کاهش یافته
و این در حالی بود که کودکان زیادی که بیشتر آنها زیر 10 سال داشتند در کوه کارمل حضور داشتند. در آن زمان گروه‌های بسیاری خواستار اتمام محاصره و رها کردن این گروه به حال خود بودند، چرا که نیروهای FBI به شکل ضمنی در حال شکنجه این افراد بودند. داستان دقیق حوادث رویداده در محاصره وکوی تگزاس و ساختمان کوه کارمل موضوعی بسیار طولانی و شدیداً پیچیده است. به هر حال 15 روز پیش از پایان ماجرا، FBI به دلایل نامشخصی از یکی از گردانهای تیم دلتای ارتش آمریکا تقاضای کمک کرد. البته خاطر نشان می کنم این موضوع تا سال 2000 توسط FBI انکار می شد و پس از اون به اون اعتراف کردند. مشکل بزرگ اینجا بود که به طور کلی ساختار رهایی گروگان برای نیروهای ویژه FBI و دلتا موضوعی کاملا متفاوت بود. در این زمان چندین خودروی نفربر وارد میدان شدند و در تاریخ 18 آوریل تصمیم نهایی گرفته شد. قرار شد که در تاریخ 19 آوریل این نفربرها با ایجاد سوراخ‌هایی در اطراف مجموعه اقدام به انتشار گاز اشک‌آور کرده و افراد داخل رو مجبور به خارج شدن کنند. اعتراضات از همان زمان آغاز عملیات شدت گرفت، چرا که با وجود اینکه مشخص شده بود در داخل مجموعه ماسک گاز وجود دارد، از این ماسک‌ها نمی‌شد برای کودکان استفاده کرد. آنچه که در این روز و در این تاریخ اتفاق افتاده همچنان نامشخص و نامعلومه. شواهد بسیاری وجود داره که نشان میده نیروهای دلتای حاضر در محل اقدام به تیراندازی به افراد داخل ساختمان کرده بودند. همچنین امروز مشخص شده که نوع گاز اشک‌آور به کار رفته میتوانسته در فضای بسته موجب خفگی بشه. در حالی که نیروهای پلیس در حال انتشار گاز در داخل مجموعه بودند و در حالی که تمام این موارد به شکل زنده در حال پخش بود، به ناگاه ساختمان آتش گرفت. با توجه به ساختار مجزا و قدرتمند سیستم غذایی آمریکا، این موضوع که چه کسی آتش سوزی را آغاز کرد نیز مورد مناقشه قرار گرفت. FBI تقریباً تمام اتهامات مانند وارد کردن نیروی نظامی غیر از FBI، استفاده از تکتیرانداز در نقاطی خاص برای کشتن دیوید کورش به هر قیمتی و حتی استفاده از گازی غیر از اشک‌آور را قبول کرد، اما موضوع آتش سوزی را هرگز قبول نکرد و مدعی است که این آتش سوزی در واقع نوعی خودکشی حاصل از بخشی از گفته های کتاب مقدس مبنی بر قدم زدن انسان های با ایمان در آتش است. در کمال تعجب همگان، به جز یک نفر هیچ یک از افراد داخل ساختمان از آن خارج نشدند و در نهایت همگی افراد داخل سوختند. موضوع جایی عجیب‌تر شد که مشخص شد تعدادی از کودکان و بزرگسالان پیش از سوختن با گلوله کشته شده بودند. این مسئله که مرگ این افراد حاصل از خودکشی با اسلحه بوده یا مرگ به دلیل تیراندازی نیروهای FBI به سمت آنها همچنان نامشخصه. در این حادثه برای اولین بار رنگین پوستان نیز حاضر شدند، چرا که بسیاری از افراد کشته شده سیاه‌پوست بودند و در نهایت بیش از 76 نفر در آتش سوختند. تأثیر فاجعه وکوی تگزاس به حدی بود که FBI تمام افراد دستگیر شده در این مورد رو آزاد کرد و برای اولین بار خودش مورد اتهام مستقیم قرار گرفت. معاون دفتر رئیس جمهور آمریکا کلینتون 6 ماه بعد خودکشی کرد. او به همسرش جمله‌ای بسیار عجیب و تاریخی رو گفته بود: FBI به من دروغ گفت. تیموتی مکوی و فاجعه اوکلاهوما. چیزی که کسی از اون خبر نداشت، شکلگیری یک شخصیت آنارشیست و ضد حکومت به تمام معنا در دل همین حوادث بود. تیموتی مکوی سرباز سابق ارتش آمریکا بود که در جنگ اول خلیج فارس شرکت کرده بود و 3 سرباز عراقی را کشته بود. مکوی زمانی که ارتش را ترک کرد، ایده‌ای بسیار مناسب در ذهن داشت. برای چه من با این مردم می جنگم؟ مکوی پس از بازگشت به خاک آمریکا شدیداً بر ضد رفتارهای حکومت آمریکا جبهه گرفت و معتقد بود که هدف نهایی حکومت گرفتن تمام اسلحه ها از مردم است. این موضوع برای او دیوانه کننده بود. در جریان حوادث روبی ریج و وکوی تگزاس او چندین مرتبه حاضر شد و در نهایت تصمیم خود را گرفت.
انتقام از دولت آمریکا. تیموتی مکوی 6 ماه تمام و با کمک 2 همخدمت دیگرش شروع به جمع‌آوری مقادیر زیادی مواد منفجره تقریباً از هر نوعی کرد و مدت‌ها فکر کرد که به کجا و به چه شکل حمله کند. در نهایت تصمیمش را گرفت. ساختمان دولتی و فدرال جنوب شهر اوکلاهوما. بر چشمان تیموتی مکوی، دولت آمریکا قصد نابودی سفیدپوستان و فرهنگ قدیمی آمریکا را داشت. در تاریخ 19 آوریل سال 1995 و در سالگرد فاجعه وکوی تگزاس، بزرگترین انفجار تروریستی تاریخ آمریکا پیش از 11 سپتامبر به وقوع پیوست. نیمی از ساختمان فدرال به طور کامل متلاشی شد و حداقل 168 نفر کشته و 680 نفر زخمی شدند که بسیاری از این افراد کودک بودند. درون ساختمان جایگاهی برای کودکان قرار داشت. به طور کلی کاری که تیموتی مکوی انجام داد در واقع انتقام گرفتن از دولت آمریکا بود. در این زمان آمریکا در حال تجربه برهه‌ای بسیار عجیب در تاریخ خود بود. پس از حادثه وکوی تگزاس، حداقل 15 گروه نئونازی بسیار تندرو در آمریکا تشکیل شده بودند که بدون ترس به نیروهای پلیس حمله می‌کردند. در این فاصله زمانی 10 ها رنگین پوست و یهودی در آمریکا کشته شدند و به نظر می‌رسید FBI در حال از دست دادن کنترل. پس از انفجار اوکلاهوما و دستگیری تیموتی مکوی و در یک دادگاه عمومی، برای اولین بار FBI از مردم عذرخواهی کرد. قوانین برخورد با مردم در این سازمان تغییر کرد و 18 نفر از اعضای رد بالا اخراج و زندانی شدند. به شکل بسیار جالبی مردم آمریکا تصمیم گرفتند به احترام تمام کشته شدگان این قضایا، اسلحه ها و گروه های چریکی تشکیل شده را منحل کنند. به طوری که در سال 2000 تنها 1 سازمان از این گروه ها باقی مانده بود. تیموتی مکوی نیز در نهایت به اعدام محکوم شد. آنچه FBI آموخت. سازمان FBI از این 3 حادثه درس بسیاری آموخت. برای مثال یکی از دلایل اصلی خشمگین شدن مردم از این سازمان در داستان وکوی تگزاس این موضوع بود که FBI افرادی که داخل ساختمان بودند رو تروریست نامیده بود. این موضوع برای مردم آمریکا بسیار منزجر کننده بود، چرا که معتقد بودند پلیس نباید مردم خودش رو تروریست و خرابکار بنامه. موضوع بعدی این بود که برای اولین بار آمریکا فهمید که رفتار سخت با مردم چه نتایجی داره. مسئله دیگر این بود که اگر FBI به جای نشان دادن قدرت نظامی خود به گفتگو می پرداخت، به طور قطع فاجعه ساختمان کوه کارمل رخ نمی داد. یکی از مامورین FBI در این مورد گفته بود: زمانی که تیموتی مکوی سفید پوست رو گرفتیم، باور نمی کردم که یک سفید پوست خون قرمز روی دولت سفید پوستان اسلحه و بمب کشیده بود. سوال بزرگی در ذهنم نقش بست. مردم برای حکومت کار می کنن یا حکومت برای مردم؟ حوادث روی داده در این اتفاقات تأثیر بسیار عمیقی بر نحوه عملکرد سازمان‌های جنایی و امنیتی آمریکا گذاشت. به گفته خودشون، به دلیل این حوادث بین سال‌های 92 تا 98 FBI به طور کامل پوست انداخت. با تمام اتفاقات رخ داده، اما امروزه هم شاهد برخوردهای نژادپرستانه و اشتباهات فاحش ماموران پلیس و FBI با مردم آمریکا هستیم. البته خاطر نشان می کنم این رفتارهای خشونت آمیز رو می تونید در بقیه کشورها هم ببینید که متاسفانه ایران هم جز بشه. اما سوال اساسی اینجاست. به نظر شما آیا آزاد بودن حمل اسلحه در آمریکا باعث به وجود اومدن چنین فجایعی شده یا آزاد بودن حمل اسلحه باعث کم شدن چنین مواردی میشه؟ آیا واقعاً به همراه داشتن اسلحه باعث آرامشه؟ نظرتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی، آرامش و شادی رو دارم. پاینده باشید.